سرخط خبرها و مهمترین ها، سقوط کم پیشینه نرخ دلار در برابر پول افغانی، یک دلار به 66.60 افغانی رسید. سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان، ایران تعرفه برق را کاهش دهد. و بالاخره به نقطه جوش غلیان رسیدیم. روایت از زدبنهای تعویض مارشال فهیم با احمد ضیا مسعود در اولین انتخابات ریاست جمهوری، مشروع خبرها. منابع در اتحادیه صرافان سرای شاهزاده شهر کابل از کاهش کم پیشینه نرخ دلار آمریکایی در برابر پول افغانی خبر میدن. یکی از صرافان سرای شاهزاده در صحبت میگوید که تا ساعت 2:40 پس از چهار روز یکشنبه 21 عقرب یک دلار آمریکایی با 66.60 افغانی در این اتحادیه مبادله شده است. با گفته او بسته های کمک نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان سبب تقویت ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار شده است. با این حال شمار شهروندان کشور میگویند که با وصف کاهش بهای دلار در نرخ مواد خوراکی تغییرات به میان نیاورده است. ارزش دلار در برابر افغانی از هفته گذشته به این طرف نزولی شده است. گفتنی است که ارزش دلار در برابر پول ملی افغانستان پیش از تسلط طالبان زیر 80 افغانی و حتی به 120 افغانی نیز رسیده بود. سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان، ایران تعرفه برق را کاهش داد. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان در دیدار با رئیس عمومی شرکت توانیر ایران گفته است که آن کشور باید تعرفه انرژی برق را کاهش داد. وزارت انرژی و آب طالبان روز یکشنبه از دیدار منصور با آرش کردی رئیس عمومی شرکت توانیر ایران خبر داده است. او در این دیدار افزوده است که ایران از پرچوی برق صادراتیش به افغانستان باید جلوگیری کند. اندپندنت فارسی ایران گزارش می‌دهد درخواست سرپرست کنسولگری افغانستان در تاجیکستان از طالبان برای کمک مالی. نقیب العاده خانزاده گفت پس از اعلام بیعت با طالبان شرایط برای او در تاجیکستان دشوار شده است. نقیب العاده خانزاده سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروق تاجیکستان از وزارت خارجه طالبان خواست که در اعضای اعلام حمایت علنی و بیعت با رژیم این گروه برای پرداخت اجاره خانه و همچنین اجاره ساختمان کنسولگری افغانستان در خاروق برای او از طریق حواله پول بفرستند. دهقانزاده این درخواست خود را پس از آن به میان آورد که در پیام ویدئویی اعلام کرد به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروق از رژیم طالبان دستور میگیرد و برای ادامه کار کنسولگری در شهر خاروق حضور دارد. دهقانزاده در نامه‌ای که به وزارت خارجه طالبان ارسال کرد نوشت از این که قبلا معاشات حقوق و اجاره خانه‌ام را خودم از طریق ایران انتقال می‌دادم، با تغییر شرایط و وضعیت پیش آمده به ایران رفتن نمی‌توانم. امیدوارم اجاره خانه و حقوق ما از طریق حواله ارسال شود. دهقانزاده همچنین در این نامه نوشته است که پس از آن که ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان از همکاری او با طالبان اطلاع پیدا کرد، در نامه به وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع داد که فعالیت کنسولگری افغانستان در شهر خاروق به حالت تعلیق درآمده است. برخلاف این اطلاع سفیر افغانستان، نقیب الله دهقانزاده با حمایت رژیم طالبان به فعالیت خود به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروق ادامه داده است. دهقانزاده همچنین در نامه‌اش از طالبان خواسته است که برای او پول بیشتر برای انجام وظایف سپرده شده در پروژه جدید بفرستند و تاکید کرده است که در شرایط پیش آمده در تاجیکستان او به پول عملیاتی بیشتر نیاز دارد تا از طریق نهادهای امنیتی تاجیکستان امنیت خود و خانواده‌اش را تأمین کند. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه افغانستان تنها کشور است که هنوز ارتباط رسمی و علنی دیپلماتیک با طالبان برقرار نکرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید کرده تا زمان شکل‌گیری دولت فراگیر در افغانستان، تاجیکستان رژیم حاکم در کابل را به رسمیت نمی‌شناسد. روایت از زدبنهای تعویض مارشال فهیم با احمد ضیا مسعود در اولین انتخابات ریاست جمهوری. عمر داوودزی رئیس دفتر آمدکرزی رئیس جمهور پیشین اخیراً کتاب خاطرات خود را نوشته و نسخه آنلاین آن را به زبان انگلیسی منتشر کرده است. از آن جایی که داوودزی در 20 سال نظام جمهوریت در کرسی‌های کلیدی کار کرده، خاطرات و روایت‌های او از زدوبندها و تحولات پیش پرده سیاست افغانستان در خور توجه و دارای اهمیت است، یکی از آن تحول‌های مهم تاریخی برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در کشور بود. در انتخابات سال 2004 حامد کرزی تحت فشار متحدان اروپایی و آمریکایی فهیم را معاون خود انتخاب نکرد، اما باید معاونش یک تاجک و ترجیحاً پنجشیری و عضو جمعیت اسلامی می بود.
کنار گذاشتن فهیم کار سختی بود. یونس قانونی و عبدالله عبدالله با جایگزین شدن فهیم موافقت کرده بودند که کرزی یکی را انتخاب کند. پروفسور ربانی توافق کرد و دامادش احمدزیا مسعود را به حیث معاون اول معرفی کرد. کرزی احمدزیا را نسبت به عبدالله و قانونی ترجیح میداد و به این باور بود که مدیریت زیا مسعود در مقایسه با دو تن دیگر آسانتر است. فهیم که از این کار ناراض و خشمگین بود، یک روز پیش از ثبت تکت انتخاباتی با هم در محوطه هر قدم می‌زدیم و برایم گفت که به خارجی ها بگو که در سیاست ما مداخله نکنند، که این کار اشتباه بزرگ است. 18 ساعت پیش از رفتن به کمیسیون انتخابات و ثبت نام، تونی بلیر نخست وزیر انگلستان به کرزی زنگ زد و گفت که آنها در تصمیمشان مبنی بر کنار گذاشته شدن فهیم قاطع هستند و از تعویض فهیم و جایگزینی احمدزیا مسعود حمایت میکنند. کرزی از عبدالملک رسول مشاور امنیت ملیش پرسید که می توانی تا فردا زیا مسعود را به کابل بیاوری. مسعود که در روسیه سفیر بود به کابل خواسته شد و به سرعت از میدان هوایی کابل برداشته و در ارگ با کرزی دیدار کرد. مسعود نسبت به این پیشنهاد دلدله بود و زیاد حراحت به نظر نمی رسید. احمد ولی مسعود برادرش نیز با او همراه بود و او را وادار به پذیرش پیشنهاد میکرد و حتی به احمد زیا مسعود گفت که اگر تو نمیخوای من میخواهم معاون باشم، اگرچه داماد استاد ربانی نیستم. کرزی با صادربانی تماس تلفنی برقرار کرد و گفت که زیا مسعود زیاد مطمئن نیست و او مسئله به این خاطر که آخرین روز ثبت نام نامزدان انتخابات است کار را دشوار می‌سازد. صادربانی گفت که تلفن را به مزیا مسعود بدهید. کرزی تلفن را به مسعود داد و مسعود با صادربانی چند دقیقه با هم صحبت کردند. ما نمی‌دانستیم که آن دو تن چی می‌گفتند، اما زیا مسعود گفت که این کار به اتحاد مجاهدین تاثیر منفی می‌گذارد. صادربانی در تلفن به کرزی گفت که زیا مسعود قبول کرده و بروند به طرف ثبت نام. اعلام تصمیم کرزی مبنی بر گزینش احمدزیا مسعود به حیث معاون اول در تکت انتخاباتیش به فهیم قانونی و عبدالله که در جلسه به ارگ خواسته شده بودند دشوار بود، زیرا بدون حمایت فهیم کرزی داخل ارگ شده نمیتوانست و بدون حمایت فهیم او نمیتوانست رئیس جمهور انتقالی شود. کرزی پیش از جلسه حس خوبی نداشت و احساس گناه و ناجوانمردانگی میکرد. زمانی که کرزی تصمیمش را اعلام کرد، برای یک دقیقه مجلس را سکوت فرا گرفت. کرزی سکوت را شکست و از قانونی خواست چیزی بگوید. قانونی گفت آقای رئیس جمهور، با اجازه شما برادران بیرون می روند و پس از صحبت با پاسخ در زمینه برمیگردند. کرزی گفت بله می توانید به سالن دیگر بروید و صحبت کنید. قانونی گفت نه، ما بیرون ارگ می رویم. فهیم خان که بتوندی نفس می کشید عصبانی بود و به نظر می رسید فشار خونش بالا رفته است. کرزی در این مجلس از فهیم نخواست گپ بزند و با قانونی طرف صحبت بود. عین خروج از ارگ، احمدزیا و احمدولی در موتر عبدالله سوار شدند و به دفتر فهیم در صدارت رفتند. شمار از فرماندهان مقاومت نیز در دفتر فهیم در صدارت خواسته شده بودند. بسیار از فرماندهان نقش استثنای فهیم را پس از شهادت مسعود ستودند، اما از او خواستند در مقابل دولت قرار نگیرد. یکی از امرهان فهیم که در جلسه صدارت حضور داشت نقش دوگانه بازی کرده و معلومات را به من میفرستاد که با کرزی شریک سازم. از این زمان به بعد متوجه شدم که قدرت سیاسی بسیار بازی کثیف است. از طریق این فرد شمار از فرماندهان نیز تماس گرفته و گفتند که اگر فهیم رای تقبل و تحریک را در پیش گیرد، او را همراهی نمی کنیم. چاشت آن روز هیئت بدون قانونی و فهیم نزد کرزی آمدند. هر دو برادر مسعود نیز بودند. عبدالله عبدالله و عنایت الله نظری صحبت کرده و مخالفتشان را با کنار گذاشتن فهیم ابراز کردند. کرزی با یادآوری صحبت‌های قبلی عبدالله که گفته بود فهیم خان کار خود را کرده و حالا زمان است که کسی دیگر تعیین شود، گفت که شاید فکر کرده باشی خودت را من معاون انتخاب میکنم و حالا که تو را انتخاب نکردم مخالفت میکنی. کرزی میخواست از احمدزیا مسعود بشنود، اما احمدزیا مسعود سکوت کرد. زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا که در این جلسه حضور داشت به کرزی گفت که با زیا مسعود به صورت خصوصی صحبت کند. کرزی برادران مسعود را از جلسه بیرون کرد و به من گفت که تماس تلفنی او را با استاد ربانی برقرار کنم. باید گفت که پروفسور ربانی و احمد ولی مسعود در آن روز خیلی نقش کمک کننده ایفا کردند. با محض گرفتن موافقه نهایی احمدزیا مسعود به صورت به سوی کمیسیون انتخابات شتافتیم تا تکت کرزی، زیا مسعود و کریم خلیلی را ثبت کنیم. عبدالله و همراهانش در ارگ بودند و از ارگ به دفتر فهیم رفتند و در آنجا زمان کانها از ثبت نام احمدزیا مسعود به حیث معاون کرزی آگاه شدند. سریعا قانونی را به عنوان نامزد و رقیب انتخاباتی احمد کرزی مطرح کردند. پس از انتخابات کرزی از وزیران دو تابعیته مانند امین فرهنگ، امیرزای سنگین و علی احمد جلالی خواست که تابعیت‌های دومشان را لغو کنند. همه به جز علی احمد جلالی این شرط را پذیرفتند. جلالی گفت که او دلبستگی شخصی به تابعیت آمریکا دارد و حاضر است وزارت را کنار بگذارد، اما تابعیت آمریکا را نه. بعد از انتخابات جلسه کوچک در حق دایر شد که در آن زیا مسعود از وعده کرزی با استاد ربانی یادآور شد. کرزی در آن زمان تعیین زیا مسعود به حیث معاون اول با استاد ربانی وعده داده بود که اشرف غنی
معصوم استانکزی و این فدمر را در کابینه جدید شامل نسازد. زمانی که ازای دلایل مخالفت را پرسیده بود و صادبانی گفته بود که این سه تن مخالف مجاهدین هستند و اعتبار مذهبیشان نیز زیر سوال است.